تو این ویدیو میخوام یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید رعایت بکنید تا NFTاتون فروش بره و یا اگر فروش میره فروشتون چند برابر بشه رو مطرح بکنم. اونم چیزی نیست جز نقشه راه، رودمپ. اگر ندونید فروشی نخواهید داشت، یا اگرم فروش دارید خیلی کمه، ولی وقتی بدونید فروشتون چند برابر میشه و کلن تمامی فروشی که تا الان داشتید یه طرف، از این به بعد از دونستن این ویدیو یه طرف دیگه. پس حتما تا ته ویدیو رو با دقت ببینید. سلام، من سعید شکویی برا هستم. چیزایی که بلدم رو یادتون میدم تا زندگیتون بهتر بشه. گوشه تصویر دارید نمونه کارهای بچه ها رو میبینید که دارن تمرین میکنن. دمشون گرم، خیلی هاشون هم نتیجه گرفتن. سعی میکنم بعضی هاشون رو بتونم بیام توی ویدیو تحلیل بکنم پیجشون رو و به شما هم معرفی بکنم. اما بریم سراغ نکته خیلی مهم، رودمپ، نقشه راه. چی هست؟ ببینید وقتی داریم توی دنیای NFT ها کار میکنیم، ما هدفمون این هستش که به دیگران خیر برسونیم و خودمونم خیر ببینیم، سود بکنیم دو طرف. یعنی NFT داریم تولید میکنیم که هم خودمون به درآمد برسیم، همون کسی که میخواد NFT ما رو بخره به درآمد برسه. من قبلا تو ویدیوها بهتون گفتم همیشه به این سوال مهم باید پاسخ بدیم که چرا دیگران باید بیان NFT منو بخرن. اگر این سوال مهم رو پاسخ بدیم، 99% کار ما انجام دادیم. و دقیقا مهمترین کاری که ما باید بکنیم همینه، مدام به این سوال فکر بکنیم که چرا دیگران باید بیان NFT من رو بخرن، یکی دیگر رو نخرن. خب اونها خریدارها میان زمانی NFT ما رو میخرن که بدونن قرار سود بکنن. یه بخشی از مردم هستن که برای حمایت میان این کار رو انجام میدن، مثلا طرفدارهای فلان تیم فوتبال، فلان بازیگر میان آره NFT رو میخرن. خب اونا بحث حمایت هست و قشر خیلی کمی هستن. اکثر کسایی که توی دنیای NFT هستن برای تجارت، برای بیزنس دارن این کار میکنن، نه اون آرت و هنر و این بحثا بخواد باشه. پس هر کی که میخواد بیاد بخره NFT شما رو داره نگاه میکنه که آیا 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میتونه گرونتر بفروشتش یا نه. این هنر شما هستش که باید متقاعدش بکنید که آره بیا NFT منو بخر. چون ببین رودمپمو همچین کارهایی قبلا انجام دادم، از این به بعدم میخوام همچین کارهایی رو انجام بدم. رودمپ چه؟ یعنی به خریدار بفهمونیم، اثبات بکنیم، توضیح بدیم که آقا جون NFT من اینه، اینجا هستم، قبلا اونجا بودم، میخوام اینجا برم. یعنی بفهمه که کاربر یا اون خریدار بفهمه که آقا جون این NFT چه برنامه هایی داره، چه استراتژی داره، چه جوری میخواد این رو رشد بده. خب چون خریدار به این دلیل داره میاد NFT ما رو میخره که رشد بکنه، که سود بکنه و گرونتر بفروشه. عاشق چشم و ابروی من و شما که نیست. پس ما باید بهش اثبات بکنیم که این NFT ها قرار ارزشمندتر بشه. الان نه تنها ارزشمنده، بلکه قرار ارزشمندتر بشه. چرا؟ چون همچین برنامه‌هایی من براش دارم. مثلا چی؟ بیایید توی سایت opensea.io. اگر اینجا ما بیایم بریم توی مثلا بهترین کالکشن توی 7 روز گذشته، هر کدومو که بخواید چک بکنید، مثلا این بورد ایپ ها، میمونه که خیلی معروف هستن اینا، هر NFT که شما ببینید یه وبسایتی داره روش که کلیک بکنید. من الان وبسایتشو باز بکنم. حالا اگر وبسایت داشتید که چه بهتر، نداشتیدم چیز ضروری نیست، ولی هویت و شخصیت میده. آقا من میرم توی این بازار ببینیم چه خبره. توضیحاتشو که نگاه بکنید قطعاً یه رودمپی میبینید. شما پروژه رو ببینید، نه تو 10% کار، 20% تا میره 100% همه رو خط زده یا تیک زده. خب نگاه میکنن خریدارها، میبینن که آقا گذشته چی بوده، چی کار کردی، آینده چیه، و همین باعث میشه که 500 و نزدیک 3000 تا اتر بفروشه. هر اتر 3000 دلاره، ضرب در قیمت روز بکنید 10000 تا آیتم بوده. الان 6400 نفرم ایندیویدوال اونرهای تکی مجزا هستن، آدمهای جداگونه منحصر به فرد هستن دیگه. کف قیمت هم که خودتون ببینید از 125 اتر شروع شده که ضرب در 3000 دلارش بکنید ببینید به خدا میرسید. آقا اینجا باز پروژه دیگه است، مثلا حالا این دومی، این رتبه ها داره تغییر میکنه دیگه، موراکامی ژاپنی احتمالا بزنیم لود بشه. خب این ببین یه آیتم داره
نزدیک 6000 مالک هم داره، 6000 نفر جداگونه اومدن خرید کردن و اینقدر نزدیک 27000 تا اتر فروخته، هر اتر 3000 دلار. حالا قضیه اینه که این چطور یه آیتمه، این چجور کالکشنی که یه آیتمه چجور این همه آدم اومدن بخرن، و این بحث اینش حالا جدا از این بحثه، جلوتر من بهتون میگم تو ویدیوهای بعدی. ببینید یه سایت داره، من روش بزنم بریم وارد سایتش بشیم ببینیم که چی میشه. حالا شما میتونید رودمپتون رو یا توی سایتتون قرار بدی یا توی دیسکریپشن اوپنسی یا هر پلتفرم دیگه که دارید کار میکنید. مهم اینه که به خریدار بفهمونید، بشناسید که آقا جون من یه همچین برنامه‌هایی دارم و به این دلایل قراره گرونتر بشه. خب عزیزان 5 سال بعد همچنان ما منتظر هستیم، بالاخره اومد. میگه برو پایین تا ببینیم چی. الان من میرم پایین، حالا دیدم سایتشونم اینجا مثلا نوشته که آقا جون ما چقدر وایت لیست کردیم. اینو توضیح میدم وایت لیست رو توی ویدیو دیگه، نمیخوام چند تا موضوع توی یه ویدیو باشه که گیج بشی. آقا چیکار کنیم، چند درصدش قراره چی بشه چی نشه، اینا رو توضیح داده، به این سبک اومده توضیح داده اون رودمپش رو که حالا اینجا مایند مپ این اسمش رو گذاشته که آقا اهدافمون چیه، چه ارزش هایی داره این پروژه شون، کامیونیتی اون اجتماعشون چیه، قراره تو دنیای واقعی چه کارها بکنن. یه رودمپی داره که روشون بزنی، توضیحاتشون رو میتونید بخونید. اینجا ایونت ها، رویداد هایی که دارن در آینده قراره چی کار بکنن. خب ببین خریدار میاد میخونه میفهمه آقا چه برنامه هایی داره. بیام اینجا یکی دیگه مثلا، حالا این سری من بزنم، این چیه برای NBA. حالا NBA باز ببینید یه سایت داره، من میزنم که تو سایتش برم این رودمپ رو ببینم. اینجا توضیحاتش باید برم احتمالاً پایین‌تر. اینا ببینید 20 اپریل فلان کار قراره انجام بشه، 22 اپریل قراره رونمایی بشه از فلان چیز. ببینید NFT هایی که به صورت کالکشن هستن معمولا به رودمپ دارن که معلوم بشه قراره چه اتفاقی بیفته، و منم مثال میزنم که براتون جا بیفته که این رودمپ ها چی هستش. پس یه نکته رو باید دقت بکنید، رودمپ اجباری نیست ولی کمک میکنه به فروش بیشتر شما، میتونه متقاعد بکنه خریدارها رو که ببینه آقا این قبلا هر چی گفته عمل کرده، پس احتمالاً در آینده هم که هر چی گفته عمل میکنه، لااقل به احتمال خیلی زیاد، چون داره ریسک میکنه دیگه، روی NFT شما سرمایه گذاری میکنه، میگه من میپذیرم این رو، میاد سرمایه گذاری میکنه. ولی وقتی NFT نداشته باشه که چی بودید، چی هستید، چی میخواهید بشید، چرا باید بیا طرف پول بده؟ پس برای اینکه به طرف، به اون خریدار بفهمونیم، به سرمایه گذار بفهمونیم که آقا جون NFT ارزش داره، بهتره که رودمپ رو داشته باشیم. هرچند کارهایی که مثلا تک عکس هستن، مثلا اون دختری که آتیش زده خونه‌شون رو بعد باباش اکثر براش NFT کرده پول خونه و خیلی بیشترش هم تونسته در بیاره، یا خیلی از NFT ها رو شما میبینید رودمپ هم ندارن، پس اجبار نیست ولی کمک میکنه به فروش بیشتر شما. حالا این رودمپ ها میتونه به صورت ماهیانه باشه، یعنی ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، یا به صورت فصلی میتونه باشه، توی این فصل، توی اون فصل و فصل بعدی ما چه کارهایی قرار انجام بدیم. این بستگی به استراتژی شما داره که چه کارهایی میخواید انجام بدید. اما چند نمونه و الگو و چارچوب بهتون میدم که توی رودمپ هاتون بگنجونید. مثلا باید واقعی باشه، یعنی به خریدارا نگید توی خورشید زمین میخوام بدم، مثلا بهشون بگید امکان حضور در فلان همایش رو بهتون میدم، کسایی که این NFT رو دارن میتونن توی این همایش شرکت بکنن. خب چیزی باشه که واقعی باشه، چیز عجیب غریب بهشون نگید. یا مورد بعدی این که قابل دستیابی باشه، مثلا ملاقات با ترامپ رو بهشون ندید، مثلا ملاقات با فلان بازیگر، فلان بازیکن رو ما میدیم، کسایی که NFT ما رو دارن یه همچین امکانی میتونن داشته باشن. موضوع بعدی اینه که جذاب باشه، یعنی نگی که آقا در فلان تاریخ من 7 تا NFT دیگه اضافه میکنم. خب این به چه درد میخوره؟ به جاش باید بگید که آقا جون در فلان فصل، فلان تاریخ من میام 10% از NFT هام رو میسوزونم. یعنی چی؟ مثلا من 10000 تا NFT دارم، 100 تا دارم، 10 تا دارم، یه کالکشنی هستش. من 10%شو میسوزونم، یعنی از فلان تعداد 10% کم بشه نایابتر میشه اون کالکشن و قیمت NFT ها میره بالاتر، یعنی خریدار میگه آها پس خوبه فلان تاریخ قیمتش میخواد بکشه بالا. خب و به شرطی که عمل بکنید، و مثل قبلی ها که بهش اثبات کردید که عمل کردید، باید بهشون اثبات بکنید تمامی این حرفا رو.
موضوع بعد اینه که در دید عموم باشه، نه مخفی. یعنی نگید یه چیزای خوب است که حالا فقط خودم میدونم دیگه، یا خودمون میدونیم دیگه. همه باید اونو بدونن. یعنی واضح توی سایتتون بیاید بگید، یا توی اون صفحه فروش NFTتون بگید که آقا اینها دقیقا میخوام این کارو بکنن، اینجوری هست، این تاریخ واضحه، مشخصه. مورد بعدی اینه که آقا قابل فهم و درک باشه. مثلا اگه میتونید با یک چارت گرافیکی نشون بدید، مثلا آقا یه خرگوشه سال 2021 اینجا بوده، توی این ماه این پروژه ها رو داشتم و آخرش اومده توی این ماه، مثلا الان خرگوشه رسیده اینجا که توی این لحظه هست، به روز هست، آنلاین هستش دیگه، به این حد ما رسیدیم و در ادامه میخوایم اینجا بریم که سال 2022 این اتفاقات میفته، مشخص بشه. یعنی طرف واضح بفهمه، با یک نگاه بفهمه کجای کاره و کجا میخواد بره. نکته که مهمه اینه که با جزئیات توضیح بدیم. یعنی نگیم یه چند وقت دیگه یه چند تا NFT دیگه فلان چیز میشه، فلان تاریخ، فلان. نه، ما باید دقیق بگیم اینقدر تعداد NFTه، قرار اینقدر تعدادش در این تاریخ این اتفاق بیفته. یعنی با جزئیات مشخص باشه، نگیم یه چند تایی هست، اتفاقاتی میخواد بیفته. اینطوری نباید باشه. موضوع بعدی اینه که آقا ثبت شده باشه، قابل استعلام باشه. یعنی وقتی طرف 6 ماه بعد با شما آشنا شده میخواد بیاد ببینه، یعنی تو همون سایتتون یا جدی ببینه قبلا چه قولهایی دادید و به کدوم ها عمل کردید، اینها رو ببینه، اعتمادش جلب میشه که بیاد خرید رو انجام بده. خب این ویدیو قسمت اولش تموم شد. اینجا من دارم توی تصویر قسمت دوم رو نشون میدم، خیلی سریع منتشر میکنم چون ویدیو طولانی شد. توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدم که آقا جون مثلا چجوری کار بکنید، ماه اول، ماه دوم، اینا رو چی کار بکنید، مثال براتون میزنم که بهتر جا بیفته. ولی ببینم چقدر لایک میزنید، چقدر کامنت میذارید، این منو تشویق میکنه تا متوجه بشم چه مطالبی رو بیشتر دوست دارید تا راجع به اونا براتون تولید بکنم آموزش. دوستتون دارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. بوس بوس، بای.